درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 11 اکتبر 2023 میلادی برابر است با 19 مهر ماه سال 1402 خورشیدی. خبرگزاری برنا با بسته به وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه 19 مهر ماه در گزارشی کوتاه اعلام کرد که علائم حیاتی نسبتاً پایدار آرمیتا گرابند تا یه چند روز گذشته تغییر یافته و تا حدودی به وخامت گرایده است. این رسانه حکومتی در گزارشی که بعد از انتشار از پلتفرم های مختلف حذف شد همچنین نوشت که تلاش تیم پزشکی برای بهبود این دانش آموز 16 ساله همچنان ادامه دارد. با وجود حذف این گزارش، برخی رسانه های داخل ایران از جمله خبر آنلاین این گزارش را به نقل از خبرگزاری برنا منتشر کردند. در تازه ترین واکنش های مقامات جمهوری اسلامی درباره به کما رفتن یک دختر دانش آموز در متروی تهران، احمد وحیدی وزیر کشور گفته است این مسئله یک مسئله کاملا شفاف و روشن است، یک حادثه و اتفاقی بود که ممکن است هر روز در هر جای کشور اتفاق بیفتد. دشمنان کشور نمیخواهند فضای عمومی کشور آرام باشد. آنها تلاش کردند کشور را به آشوب بکشانند. دکتر آوند فردی که با کمک هوش مصنوعی ویدیوی روایت شده جمهوری اسلامی درباره واقعه به کما رفتن آرمیتا گرابند را بررسی کرده، نکات مبهم این روایت را مورد تاکید قرار داده و به جزئیات ناگفته ای رسیده است. او با اشاره به بریده شدن برخی فریم ها از ویدیو توسط مقامات جمهوری اسلامی به عنوان پزشک گفته است که اپراتور اورژانس برای کمک کردن به بیمار پرسش های زیادی میپرسد که هیچ کدام از آنها در فایل صوتی نیست و مسلماً قطع شده و برداشته شده، چرا که میخواهند حقیقت را پنهان کنند. به گفته آوند فردی، مسلماً شخصی که به اورژانس زنگ زده گفته که این شخص خودش از حال رفته یا یک نفر هولش داده و ضربه به سرش خورده، چرا که اورژانس باید بداند که چه اتفاقی افتاده که بتواند کمک کند. آرمیتا گرابند دختر 16 ساله‌ای که صبح 9 مهر ماه همراه دو تن از دوستانش بدون بر سر داشتن حجاب اجباری عازم مدرسه بود، در ایستگاه متروی شهدا بر اثر هل داده شدن از طرف ماموران حجاب‌بان سرش به آهن برخورد کرد و به کما رفت. او در 10 روز گذشته در بیمارستان فجر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش در شرایط امنیتی بستری است. جنگ در غزه وارد پنجمین روز خود شده است. در حالی که نیروها و تجهیزات ارتش اسرائیل هرچه بیشتر در اطراف غزه تجمع می کنند، وضعیت مردم در باریکه غزه رو به وخامت می رود و نهادهای امدادرسان ابراز نگرانی کردند. شمار کشته شدگان دو طرف هم رو به افزایش است. آمار کشته شدگان در غزه از 1000 تن و تعداد کشته شدگان اسرائیلی از 1200 تن فراتر رفته است. حملات هوایی اسرائیل ادامه دارند و کمبود مواد غذایی گزارش شده است. بعد از حمله مرگبار حماس به جنوب اسرائیل، وزیر دفاع این کشور دستور محاصره کامل و قطع آب و برق و گاز غزه را صادر کرد. رئیس اداره برق غزه به شبکه خبری CNN گفت مردم غزه همچنان می توانند از ژنراتورهای برق استفاده کنند، اما با محاصره غزه سوخت مورد نیاز ژنراتورها هم رو به اتمام است. از سوی دیگر مقامات حماس می گویند که حملات هوایی سه‌شنبه عصر اسرائیل خانه خانوادگی محمد زیف رهبر شاخه نظامی حماس را هدف قرار داده است. یاسم نعیم یکی از مقامات ارشد حماس به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که این حمله باعث کشته شدن پدر، برادر و حداقل دو تن از بستگان دیگر او در شهر جنوبی خان یونس شد. در خبر دیگر ارتش اسرائیل میگوید که هواپیماهای نظامی به یک پست دیدبانی حزب الله در داخل خاک لبنان حمله کردند. همچنین نیروی زمینی هم همین منطقه را زیر آتش گرفت. اسرائیل میگوید این عملیات در واکنش به حمله موشکی جدید حزب الله صورت گرفته است. از سوی دیگر گروه حماس و جهاد اسلامی امروز چهارشنبه اعلام کردند که مناطقی را در جنوب و مرکز اسرائیل هدف راکت پراکنی های شدیدی قرار دادند. همزمان آژیر خطر در نواحی اطراف نوار غزه به صدا درآمده است. گردان های القدس شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی در بیانیه‌ای گفته است که شهرهای تل‌آویو، اشدود و اشکلون به علاوه
به علاوه کبوس های نزدیک به نوار غزه هدف حملات شدید راکتی قرار گرفتند. کردان های ازدادین القسام شاخه نظامی حماس هم راکتی به سمت فرودگاه بن گوریون پرتاب کرده که به گفته مقامات فرودگاهی به آن اصابت نکرد. در همین حال یک راکت شلیک شده از نوار غزه به بیمارستان بارزیلایی در شهر اشکلون اصابت کرده است. سخنگوی این بیمارستان در بیانیه‌ای گفت که مرکز توانبخشی کودکان این بیمارستان هدف این راکت پراکنی قرار گرفت. او گفت که این حمله تلفاتی نداشته است. در خبر دیگر، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و بنی گانتز رهبر حزب اپوزیسیون وحدت ملی اسرائیل برای تشکیل یک دولت اضطراری به توافق رسیدند. روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای حزب لیکود به رهبری نتانیاهو اعلام کرد که همه شرکای ائتلاف حاکم توافق کردند که به تشکیل دولت اضطراری با حضور سیاستمداران مخالف کمک کنند. در خبر دیگر، گزارش ها کیست که اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران عصر چهارشنبه 19 مهر ماه به لبنان سفر کرده است. این احتمال وجود دارد که او به دنبال کشیده شدن بحران اسرائیل و فلسطین به کشورهای سوریه و لبنان برای رایزنی های بیشتر با حزب الله به این سفر رفته باشد. خسرو علی کردی وکیل فاطمه سپهری خبر از وخامت حال موکل خود در زندان وکیل‌آباد مشهد بعد از عمل جراحی قلب باز او خبر داد. این زندانی سیاسی و فعال مدنی که شامگاه چهارشنبه در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان قائم مشهد منتقل شده بود، پنجشنبه ششم مهر ماه تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته است. روز گذشته این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق از بر عهده گرفتن وکالت این فعال سیاسی مخالف سرسخت جمهوری اسلامی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. ساعتی بعد از انتشار این خبر، خسرو علی کردی در ویدیویی خطاب به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و با استناد به ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به در دسترس نبودن محیط استاندارد و مناسب در زندان برای گذراندن دوران نقاهت این عمل سخت، خواهان دستوری فوری جهت آزادی خانم فاطمه سپهری شد. بینندگان ارجمند، در این لحظه توجه شما را به پایین های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمنده و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیور های خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از
800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. در دوره پایانی جلسات دادگاه تجدید نظر حمید نوری از عاملان کشتار در تابستان 1367 در ایران، وکلای مدافع او از دادگاه درخواست کردند تا مصطفی پور محمدی، قاضی محمد مقیسه و سیروس شیخپور در دادگاه شرکت کرده و به نفع حمید نوری شهادت بدهند. گزارش حاکی از آن است که این دادگاه در جلسه 92 خود که امروز چهارشنبه 19 مهر ماه برگزار شده با ازدحام زیاد جمعیت روبرو بوده است. بر اساس گزارش ها جلسه روز سه‌شنبه از دادگاه به دلیل عدم حضور شاهدانی که وکلای متهم خواستار حضورشان شده بود لغو شد. وکلای حمید نوری روز گذشته مدعی شدند که در این دادگاه سیاسی کاری انجام شده و شاکیان و شاهدان علیه آقای نوری از این دادگاه استفاده کردند تا رژیم ایران را محکوم کنند. دور پایانی جلسات دادگاه تجدید نظر حمید نوری از 17 مهر ماه سال 1402 آغاز شده و تا 17 آبان ماه 1402 ادامه خواهد داشت. نازنین بنیادی، بازیگر و فعال شناخته شده ی حقوق بشر ایرانی، امروز چهارشنبه 19 مهر ماه در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق خبر داد در هفته گذشته دو بار در فرودگاه هتروی لندن توسط واحد مبارزه با تروریست و افسران مرزی مورد بازجویی قرار گرفته است. این فعال حقوق بشر که از ابتدای اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی در بسیاری از تجمعات خارج از کشور حضور داشت و در نشست با سران کشورهای مختلف و سازمان ملل صدای آزادی خواهی مردم ایران بود، عنوان می کند که این اتفاق در حالی برای او رخ داده که اعضای حماس، حزب الله و رژیم جمهوری اسلامی به طور آشکار در بریتانیا فعالیت می کنند. این شهروند ایرانی بریتانیایی همچنین با مورد خطاب قرار دادن پلیس بریتانیا نوشته است: ناتوانی پلیس امنیت ما را به خطر می اندازد، و در ادامه تاکید کرده به جای آزار و اذیت معترضان از آنها حمایت کنید. دادستان شهر کرد از تشکیل تیم ویژه بررسی و احضار مسئولان مرتبط با موضوع مرگ 6 نوزاد در بیمارستان هاجر شهر کرد خبر داد. ناصرالدین صالحی اعلام کرده که تحقیقات از مسئولان در حال انجام است و با مقصرین احتمالی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد. در همین رابطه رئیس بیمارستان هاجر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال بختیاری احضار شده و توضیحات این مسئولان دریافت شده است. سهل‌انگاری در بیمارستان‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته که تحلیلگران آن را در ارتباط با شرایط اقتصادی کادر درمان می‌دانند. بر اساس گزارش ها مدیریت صدا و سیمای حکومتی جمهوری اسلامی پخش مصاحبه های علی دایی و مهدی مهتوی کیا و حسین ماهینی را ممنوع اعلام کرده است.
بر اساس این عکس پخش تصاویر این چهره های فوتبالی ممانعتی ندارد، اما مصاحبه های این افراد با عبارت قاف ببخشید قین قاف پ که مخفف عبارت غیر قابل پخش است با ممنوعیت روبرو شده است. همچنین گزارش شده که پخش تصویر و صدای علی کریمی دیگر فوتبالیست شاخص ایران و مجتبی پوربخش مجری سابق شبکه ورزش هم ممنوع است. مجتبی پوربخش مجری و تهیه کننده سابق برنامه فوتبال یک از شبکه ورزش هم به دلیل همراهی با اعتراضات مردمی و حمایت از علی کریمی از این شبکه اخراج شد. فشار به شهرهای ورزشی، فرهنگی و اجتماعی که مردم را در خیزش زن زندگی آزادی همراهی کرده بودند هر روز با ابعاد جدیدی روبرو می شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حمله حماس به اسرائیل را اقدام کاملا شیطانی توصیف کرده و حماس را تشنه خون خواند و گفت که اقداماتش از بدترین حملات داعش هم بدتر است. او بدون اشاره به نام حزب الله لبنان یا ایران هشدار داد که عوامل دیگر نباید از بحران فعلی در خاورمیانه سوء استفاده کنند. حماس ضمن محکوم کردن اظهارات جو بایدن آن را جانبداری علنی از شنیع‌ترین اشغالگری نژادپرستانه در خاورمیانه توصیف کرد. بعد از سخنان جو بایدن در حمایت از اسرائیل، مقامات محلی از ورود اولین هواپیمای حامل تجهیزات نظامی آمریکا به پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل خبر دادند. نیروهای دفاعی اسرائیل در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت اعلام کرد که همکاری ارتش‌های دو کشور کلید تضمین امنیت و ثبات منطقه در زمان جنگ است. هواپیمای حامل کمک‌های آمریکا در شرایطی به اسرائیل رسید که پیشتر ناو هواپیمابر جرارد فورد و 8 ناو همراه آن که مجهز به موشک هدایت شونده کروز هستند به شرق دریای مدیترانه رسیده بودند. وزارت دفاع آمریکا این ناو گروه را بعد از حمله حماس به اسرائیل با هدف بازدارندگی به منطقه اعزام کرده است. وزیر خزانه داری آمریکا جانت یلن به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که اگر با حملات شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل مرتبط باشد، همه گزینه‌ها برای تحریم روی میز است. به گزارش فاینانشال تایمز این هشدار در حالی است که وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرده که هنوز هیچ تصمیمی در مورد تحریم‌های اقتصادی گرفته نشده است. یلن روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در مراکش گفت آمریکا پیوسته سیاست تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی ایران، حماس و حزب الله را بررسی می‌کند. او در حالی که حمله شبه نظامیان فلسطینی از جمله حماس به اسرائیل به شدت محکوم کرد، گفت واشنگتن از اطلاعاتی که می‌رسد برای تغییر تحریم‌ها استفاده می‌کند. او گفت هیچ گزینه‌ای در مورد اقدامات احتمالی آینده را حذف نمی‌کند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یک کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد، لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید.
با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. اعضای جمهوری‌خواه کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه ضمن محکوم کردن حملات تروریستی حماس علیه اسرائیل از دولت بایدن خواستند که اقدامات قاطعانه‌تری علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بدهد. این اعضا در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا حملات حماس به اسرائیل را وحشتناک و بزدلانه و عامل کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن صدها تن توصیف و این حملات را با اقدامات اخیر دولت بایدن از جمله آزادسازی 6 میلیارد دلار از وجوه مسدود شده ایران به عنوان بخشی از مبادله زندانیان مرتبط دانستند. اعضای کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا در این نامه نوشتند این اقدامات نشان دهنده ضعف در برابر ایران است و به تروریست ها این پیام را می دهد که می توانند آزادانه بدون هیچ گونه تاوانی به اقدامات خود ادامه بدهند. این جمهوری خواهان در ادامه از دولت بایدن خواستند که فوراً اقدامات خود را درباره ایران و گروه های تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی بررسی کند و هر کمکی را که برای پاسخ به این تروریست ها لازم است به اسرائیل ارائه کند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در ببخشید در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو می‌کنم.